بپردازیم به این موضوع دیگه که زن ستیزی در اینترنت یکی از موضوعاتی که همیشه مورد بحث بوده. امروز روزنامه گاردین نتایج تحقیقی رو منتشر کرده که نشون میده الگوریتم رسانه‌های اجتماعی هم به افزایش مشاهده محتوای ضد زن کمک میکنه. بر اساس یه تحقیق در دانشگاه‌های کالج لندن و کنت مشخص شده که تیک تاک در یک دوره زمانی 5 روزه 4 برابر محتوای ضد زن یا زن ستیزانه رو بیشتر نشون میداده. ما خودمون توی چند ساعت پست های تیک تاک رو نگاه کردیم و متوجه شدیم وقتی ویدیو که گرایش ضد زن داره رو تماشا میکنیم، تیک تاک خودش ویدیوهای دیگه‌ای با محتوای مشابه به ما نشون میده. خودت میگی اوکی بریم. چیکار میکنی؟ سلام، من از اون خوشم اومده، میتونم شماره شما رو داشته. بر اساس 1000 ویدئویی که این مردان جوان دیدن، الگوریتم تیک تاک ویدئوهایی بهشون نشون داده که میزان زن ستیزی، تحقیر زنان، استفاده جنسی و آزار جنسی از زنان در اونها از 13% به 53% در طول 5 روز افزایش پیدا کرده. پژوهشگران متوجه شدن مردان نسل زد که تحت تاثیر اینفلوئنسرهای ضد زنی مثل اندرو تیت هستن، بیشتر معتقدن که ضرر فمینیسم بیش از فایده‌شه و بیش از نسل قبل تحت تاثیر محتوای زن ستیزانه قرار می گیرن. در یه تحقیق دیگه که روزنامه تلگراف امروز منتشر کرده، 70% معلم‌ها گفتن که میزان حرف‌های جنسیت زده دانش آموزای پسر علیه زنان توی مدارس بیشتر شده. در تحقیقی که توسط ودافون توی بریتانیا انجام شده، بیشتر بچه‌های پسر 11 تا 14 سال اغلب با محتوای زن ستیزانه توی رسانه‌های اجتماعی سر و کار دارن و 69%شون به طور روزانه اونها رو توی اینترنت می‌بینن. 42% والدین هم متوجه شدن که پسرای نوجوانشون رویکردی منفی درباره زنان و دخترانشون میدن. اینم یه نمونه از محتوای ضد زن در تیک تاک که به بهانه طنز منتشر شده. جانم عزیزم. الو، سلام. سلام. خوبی عزیزم، کجایی؟ من سعدیم. ای با خاک به سرم آقای سعدی، شما اید، ببخشید اشتباه گرفتم، فکر کردم شوهرمه. الگوریتم زن ستیزانه محدود به شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه هوش مصنوعی هم میتونه از الگوریتم اشتباه برای تشخیص نادرست استفاده کنه. پارسال روزنامه‌نگاران گاردین عکس‌هایی از زن‌ها و مردها رو با لباس‌های کنار دریا و فصل گرم به هوش مصنوعی گوگل دادن. هوش مصنوعی 82% عکس‌های زنان رو با محتوای جنسی ارزیابی کرد، در حالی که برای عکس‌های مردان که مشابه هم بودن چنین تشخیصی نداد. زن ستیزی در اینترنت محدود به ایران یا کشورهایی مثل افغانستان که زنان به طور سیستماتیک و گسترده در اون سرکوب میشن نیست، یک مسئله جهانیه. در یه تحقیق 80% والدین بچه‌های دختر در بریتانیا معتقد بودن که زن ستیزی در اینترنت یک مشکل جدیه.